شدی یا دل ببردی یا به دست غم سپردی. شدی یا دل ببردی یا به دست غم سپردی. شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. ای دوست ها تا نگرید طفل کی نوشد لبن یا کی جوشد لبن. یعنی خداوند ارتباطی بین گریه بچه قرار داده و بیدار شدن مادر و جوشش شیر. چه جوشش لبن بگیم چه نوشد لبن، هر دوش درسته. خداوند وقتی میخواد سببی جا کاری بکنه، سببش رو ایجاد میکنه. منتها بعضی از شیرها، بعضی از سینه هایی که شیر میده، مثل حلیمه خاتون رضی الله عنها، دایه حضرت محمد، یک پستانش خشک بود. حالا این به عهده اطبا و قولیا نمیدونم، دانشمندان اون وقت یا حالا، چرا نمیدونم، خداوند او را خاص نگه داشته بود برای این کودک. مثل رادیو، شما رادیوتونه روی موج، مثلا فلان رادیو میگذارید یا گوش میدید یا نمیدید، بعد خاموش میکنید. بعد این رادیو اون موج میگیره، هیچ موج دیگه در دنیا باشه فایده نداره، اون موج میگیره. تا گریه کودکی مانند محمد اونه به جوشش شیر واداشت. یا حضرت موسی، آخر خدا به مادر موسی که پیغمبر نبود، زن بزرگواری بود ولی پیغمبر که نبود، بهش فرمود، وحی کرد، گفت بچه رو بذار دو سبدی، زنبیلی، چیزی ول کن رو آب. کدوم مادر همچی کاری میکنه؟ مادرهای خداشناس ها، ما که میدونن خدا چیزه واقعا، کدوم مادری دلش میاد؟ ولی خب
کرد این کار را. منتها بعد دخترش رو، خواهر موسی رو گفت برو ببین آب این زنبیل رو کجا میبره که داستانش رو میدونید. بعد کودک از آب گرفته شد، گرسنه‌اش بود، گریه میکرد. هر کسی که پستان شیر داشت، پستان گذاشت به دهنش، قبول نکرد. همه تعجب کردن از چطور میشه. اون وقت هم خب اینجوری نبود که درباری باشه و دربانی و وقت بگیرن و اسم بگیرن. این هم دم در بود میدید. گفت چه خبره اینجا؟ اونا گفتن چی بچه ای هرچه پستون به دهنش میدارن نمیگیره. گفت من یه خانواده سراغ دارم تو در بنی اسرائیل. یه زنی شیر داره، بچه‌م نداره. بگی شاید او بگیر بگیره. گفتن خیلی آمدن. خدا خواست اون مادر که اعتماد کرده به قول خدا، البته با ترس و لرز و همیشه میلرزید، خواست مطمئنش کنه. این دید که همون بچه خودش برگشت پیش خودش. چیز این شک و تردید طبیعیه، فطریه در این حد. به حدی که حضرت زکریا گفت به خدا برای دلیلیه نشونه برای من بذار که من بفهمم این حرف انجام میشه، که گفت سه روز لال میشه. حضرت ابراهیم گفت خدایا گفته که من مرده ها رو زنده میکنم، نشون بده چجوری. نگفت مشکل نمیشه، تردید در عرضش نکرد. خب این جا داره که حضرت موسی هم، مادر حضرت موسی هم شک بکنه. خداوند هم وقتی بخواد کاری بکنه با اسبابش میکنه. خب میگم خدایا میخوای موسی رو برگردونی به شما دارش دوباره، اصلا چرا مجبور بشه که ول کنه؟ چرا همه کودکا رو قشون فرعون میکشتن چون نکشن؟ نه، خداوند وقتی هم بخواد کاری بکنه با اسبابش میکنه، یعنی دو مرتبه یک کاری میکنه که اون اراده سر جای خودش هست که بچه ها رو بکشن. اینو به اینجور اصلاح میکنه. هر چیزی بنابه مساله ای که خودش آفریده. البته در این دریای عظمت الهی ما از هر طرف سرمون پیسه یه قلوب آب میخوره بیدیم. اینه که من این یه مرتبه میخواستم بگم، اون مرتبه اصلا یادم رفت، ولی خب از این بر از دریا آب خوردیم یه مرتبه دیگری. این چیز هست مطالب. بله اینو
فکر میکنم که این نهان نشوندنده یعنی که به رحمت الهی همیشه امیدوار باشه. خداوند فرمود، البته این خب شأن نزولش مربوط به بنی اسرائیل بود، در تفاسیری هم که گفتن مربوط به ظهور امام زمانه، ولی وقتی یه فیلم یه سایه یه چیزی رو نشون میده، هرچه هم زمان بگذره او هست، او همیشه گیه، اونی که نشون میده همیشه. در سوره بنی اسرائیل میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم بر اون کسانی که هی ضعیفشون میکردن، ضعیف نگهشون میداشتند، که منظور بنی اسرائیله. اون وقتا که روزنامه ها یا چیزایی نبود، ولی خب مثل بایکوتی بودن به هر جای. اراده کردیم که اونها رو مسلط و ارادهش خداوند انجام داد و همون نحوه که دیدیم. درس در داستان ها حتی نوشتن که در یه سالی چیز بود، خیلی خشک سالی شد و گروه گروه مردم می رفتن بیابون نماز استسقا می کردن، یعنی طلب آب. البته این نماز خب نماز به سر عبادت رو به صورت نماز دو رکعتی صحیحه، ولی منظور نماز این که دل بخواد دست. ما بچه که بودیم، خب بچه ها چیزشون دلشون صافتره، هنوز گناهی برشون نوشته نشده. در گناباد که خشک خیلی چیز میشد، ما به خواسته پدر مادر رقوام و به خواسته این که میدیدیم هوا خیلی گرمه متاثر میشدیم، از خدا دعا میخواستیم. این رباعی رو یاد ما دادند که اینو بخونید: یا رب سبب حیات حیوان بفرست، از خان کرم نعمت الوان بفرست، از بحر تشنه حیوان و نبات، از دایه ابر شیر بارون بفرست. ما چون گریه میکردیم این دایه ابر شیر میجوشید و غالبا چیز من چون امیدوار بودیم به این که خداوند دعا را قبول کنه. اون وقت هم که استسقا میکردن اینطور بود، در شهر حال مثل که آقای سعادت علیشاه نوشتن، یا دیگری یا دمنی از عرفا دو سه جور ده این نوشتن. یکی اینکه شون خب
مثلا نشسته بودم دروازه میدیدن هر روز گروهی میرن از بزرگانی که مورد توجه و علاقه مردم مورد اعتقاد مردم مورد تقلید مردم میرفتن برای نماز چون میگن نماز خوبه در بیابون باشه در آسمان هر روز میرفتن ایشون میفرمودن امروز میگفتن که اینها نه که امروز رفتن فلان گروه بودن میفرمودن گمون نکنم بارون بیاد یه روز دیگه یه گروه دیگه میرفتن باید میگفتن گمون نکنم بارون بیاد یه روزی خب همه علمای بزرگ بودن یه روز یهودی ها میرفتن حضرت فرمودن اینجای آقای چون فرمودن فکر میکنم امروز بارون بیاد و همون جورم شد پرسیدن چطور اونا خیلی رفتن نفرمودن اینا یهودی ها کلمی ها رفتن شما میگید بارون رو از کجا فهمید فرمودن خدا این بندگانش رو همه رو نگاه میکنه و همه توجه داره به کافر و مسلم و اینا بی اثر نمیذاره دشون از همه اونای دیگه هر کدوم برای خود نشون دادن رفتن خداوندم غیرتش غیر در جهان نگذاشت نمیخواست هیچ کس بزاید چه قبول نکرد اینا یهودی ها چون خیلی مادی هست زراعت و اینا وسیله تجارت ایران زراعته زراعت ها خراب است و وضع مالی اینا از خراب میشه واقعا ناراحت بودن متأثر بودن از خدا میخواستن خدا بر این دل شکسته اینها رحم میکنه یه بار دیگه داستان دیگری هست از همین اشخاص یا اشخاص دیگری از بزرگانی که یک روز آفتابی خیلی روشن نسبتاً امروز رفتن برای میرفتن برای دعا برای نماز شو فرمودن امروز فکر میکنم بارون بیاد هوای هیچی نبود ولی بارونم آمد ازشون باز پرسیدن چطور گفتن امروز دیدم یا همه این جمعیت یا بعضی از این جمعیت چون میرن به بیابون دور دست چتر همراه داشتن اینها اونقدر به کرم خدا امیدوار بودن که ناامیدشون نمیگذاره بارون خواهد اومد اینه که برن برگشتن چتر همراه خداوند امیدی رو ناامید نمیکنه همیشه امیدوار باشین به درگاه خدا و همیشه با تضرع واقعی یعنی تضرع این که بفهمیم هیچ کس هیچ چیزی نیست لا مؤثر فی الوجود الا الله لا حول ولا قوت الا الله اینو بفهمیم انشاءالله خداوند خواسته های ما رو اصلاح میکنه و بعدم میده قبل شب و روز در خیالی ندانم ات کجا دوست
جفای خود بکردی. نه من نمیتوانم که جفا کنم، ولی که نه تو لایق جفایی.